داشتن سوار ماشین میکردن. نیکا دست و پا میزنه، آرش کلهور با جوراب دهان نیکا رو میبنده، نیکا لگد میزنه، صادق منجزی او رو کف یخچال خوابانده و رویش مینشیند. چند دقیقه بعد صدای دست و پا زدن و فحاشی بلند میشود. حالا ما روایت آرش کلهور یکی دیگه از اعضای تیم 12 رو میشنوید. میگه موبایل را روشن کرده و دیده صادق منجزی در حالی که بر نیکا نشسته دستش در شلوار این کودک است. همه چیز از کنترل خارج می شود. کلهور سوگند خورده، صادق منجزی هم این اتهامات را رد کرده. حالا باز گفته شده که خود منجزی گفته من روی نیکا نشسته بودم، تحریک شدم و باسن نیکا رو لمس کردم. نیکا واکنش نشون داده، لگد زده، این آدم افتاده زمین، لگد نیما خورده به سرش. حالا روایت مرتضی جلیل. با راننده جلو نشسته، بعد از سر و صدا و باز کردن قسمت عقب خود رو با بدن بی جان نیکا مواجه شده. میگه که خون رو از صورت نیکا پاک کرده، با نعیم 12 نیروی دیگر تماس گرفته. نعیم 16 دستور رها کردن پیکر نیکا رو در خیابان میده و این نیروهای امنیتی وابسته به سپاه پیکر نیکای 16 ساله رو در خیابانی در بولوار یادگار امام تهران رها میکنه. متشکرم از توضیحاتت، بسیار تلخ است. ممنونم نیکی محجوم جا در استودیو همراه ما.